هشتمین روز مرداد ماه برابر با 30 ژوئیه، روز بزرگ داشت شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق. ابوالفتح یحیی ابن حبش ابن امیرک سهروردی، متکلم، ادیب و فیلسوف اسلامی معروف به شیخ اشراق، در حوالی زنجان به دنیا آمد و پس از آن که حکمت و اصول فقه را فرا گرفت، در علوم حکمت و فلسفه به استادی رسید. سهروردی چون در بسیاری از موارد برخلاف رأی قدما سخن می گفت و از حکمت ایرانی و اصطلاحات دین زرتشتی استفاده می کرد، متعصبان او را به الحاد و بدبینی متهم نموده و با نظر علمای حلب فرمان به قتل او دادند، تا اینکه سرانجام وی را در 38 سالگی به قتل رسانیدند. سهروردی آثار متعددی به فارسی و عربی دارد که منطق التلویحات، المقاومات، حکمت الاشراق به عربی و روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ و پرتونامه به فارسی از آن جمله‌اند. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، درگذشت هربرت مارکوزه، متفکر و فیلسوف برجسته آلمانی. هربرت مارکوزه که در یک خانواده اشرافی در برلین آلمان به دنیا آمد، پس از طی تحصیلات متوسط در دانشگاه برلین و فرانکفورت به تحصیل فلسفه پرداخت و از فیلسوفانی همچون مارتین هایدگر بهره برد. مارکوزه پس از چندی به اتفاق تعدادی از همفکران مؤسسه پژوهش اجتماعی به نام مکتب فرانکفورت را پایه‌گذاری کرد و زمانی که تحت فشار آلمان نازی مجبور به ترک وطن و مهاجرت به آمریکا شد، این انستیتو را به آن کشور منتقل نمود. وی در طی سالیان حضور در آمریکا به تدریس در دانشگاه‌های آن کشور مشغول شد و به انتشار افکار خود ادامه داد. وی در زمینه اجتماعی بر این باور بود که انسان باید از هر گونه قید و بندی آزاد باشد. مارکوزه در این راستا مردم را به انقلاب غریزه ها دعوت می نمود که این گونه عقاید اجتماعی و سیاسی و اقتصادی توجه محافل و جوانان در اروپای غربی و آمریکا را به خود جلب کرد. وی خود را منتقد جوامع صنعتی پیشرفته و افشاگر ضعف‌ها و عوارض مدنیت امروزی می‌دانست. سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی، کودتای ژنرال حمادی تکریتی در بغداد. پس از استقرار حکومت بعثی عراق توسط حسن البکر، ژنرال حمادی تکریتی به منظور در هم شکستن این کودتا به بغداد حمله و این شهر را محاصره کرد. ژنرال حمادی تکریتی بغداد را محاصره نمود، اما حسن البکر با صدور اعلامیه از رادیو بغداد مردم را از محاصره شهر آگاه کرد و کودتا خونسا گردید. به دنبال این حادثه کابینه منحل شد و دولت جدید حسن البکر شامل هرداد تکریتی نخست وزیر و وزیر دفاع و صدام حسین تکریتی معاون دبیر کل حزب بعث عراق و دیگر وزرا تشکیل شد.